سلام و درود میگم خدمت همه دوستان و همراهان همیشگی ما. همه ما کارهایی مشابه رو با روشهایی متفاوت انجام میدیم که ارتباط بسیار تنگ و تنگی با شخصیت ما داره. اما کمتر کسی به این تفاوتهای ریز توجه میکنه، چون تنها با دقت زیاد قابل تشخیص هستن. شاید بسیاری بر این باور باشن که این تفاوتها تنها اولویتها و عادات ساده‌ای هستن که نباید زیاد به اونا اهمیت داد. اما باید بدونید که عادات، اولویت‌ها و کارهای عجیب و غریبی که ما در طول روز انجام میدیم، چیزای زیادی رو در مورد شخصیت ما برملا میکنن. محققان حوزه جامعه شناسی مطالعات جالبی انجام دادن که ارتباطات باور نکردنی رو بین عادات رفتاری خاص و انواع مختلف شخصیت‌ها نشون میده. در ادامه میخواییم شما رو با 6 عادت رفتاری آشنا کنیم که اطلاعات جالبی رو در مورد شخصیت شما فاش میکنن. مورد اول، سبک سلفی گرفتن شماست. سبک شما در سلفی گرفتن میتونه نشوندهنده میزان پذیرا بودن شما در مقابل تجربیات جدید رو نشون بده. در مطالعه‌ای که در دانشگاه سنگاپور انجام شد، محققان از 123 شخصی که به طور روزمره سلفی می‌گرفتن، خواستن که عکساشون رو با این محققان به اشتراک گذاشته و به یک تست شخصیت شناسی کامل جواب بدن. محققان دریافتن کسانی که انگام سلفی گرفتن لب‌هاشون رو قنچه و گرد می‌کنن، شخصیت عاطفی ناپایداری دارن. برخی از افراد هم سعی می‌کردن مکان سلفی گرفتنشون رو مخفی نگه دارن، که این موضوع نشون دهنده شخصیت محتاط این افراد و تلاش برای حفظ حریم خصوصی بود که نشون میداد این افراد اهمیت زیادی به امنیتشون میدن. همچنین مطالعات نشون داد افرادی که شخصیت خوشمشرب و بشاشی داشتن معمولاً دوربین رو پایین میگرفتن. علاوه بر این، کسانی که موقعیت‌ها و تجارب جدید رو با روی باز میپذیرفتن، معمولاً در عکس‌هاشون لبخند به لب داشتن و یا آشکارا میخندیدن. حالا میرسیم به عادت دوم، یعنی اولویت در نوشیدن قهوه. شاید تعجب کنید اگه بفهمید قهوه‌ای که برای نوشیدن انتخاب میکنید، چیزای زیادی در مورد شخصیت شما میگه. مطالعاتی که در مجله معتبر اپتیت به چاپ رسیده نشون میده که کسانی که به غذاها و نوشیدنی‌های شور یا تلخ تمایل دارن، در مقابل تمایلات جامعه ستیزانه آسیب‌پذیری بیشتری دارن. کسانی که به نوشیدنی‌های شور و تلخ مثل قهوه سیاه و مشروبات الکلی تلخ تمایل دارن، ظاهراً بیشتر رفتارهای جامعه ستیزانه از خودشون نشون میدن. این مطالعات نشون میداد که عکس این موضوع هم در مورد کسانی که از شکر یا خامه در قهوهشون استفاده میکنن صحت داره. چنین افرادی بیشتر با دیگران کنار اومده و به عواطف و علایق دیگران اهمیت میدن. البته برخی هم تنها به دلیل ملاحظات بهداشتی و سلامتی به خوردن نوشیدنی های تلخ مثل قهوه سیاه روی میارن و هیچ عادت جامعه ستیزانه‌ای در اونا دیده نمیشه. قبل از ادامه برنامه، اگر تا اینجا با ما همراه بودید، حتما دکمه لایک رو بزنید. لایک کردن شما باعث میشه افراد بیشتری بتونن این ویدیو رو ببینن. و جدا از اون، اگر تا به حال در کانال سابسکرایب نکردید، همین حالا این کار رو انجام بدید. حالا میرسیم به سومین مورد، یعنی اولویت‌های موسیقایی. مطالعه جدید نشون میده که سبک موسیقی که گوش میدید میتونه با ویژگی‌های شخصیتی خاصی در ارتباط باشه. این تحقیق که توسط پروفسور آدریان نورس انجام شده نشون میده که بین سبک مورد علاقه موسیقایی و شخصیت افراد ارتباط نزدیکی وجود داره. برای مثال، بخشی از سبک‌های موسیقی و ویژگی‌های شخصیتی طرفداران اونا بر اساس این مطالعه به این شرحه: افرادی که اپرا گوش میدن، اعتماد به نفس بالا دارن، مهربون و خلاق هستن. افرادی که موسیقی کلاسیک گوش میدن، اعتماد به نفس بالا دارن، ساکت، درونگرا و خلاق هستن. طرفداران جاز، اعتماد به نفس بالا دارن، آرام، خلاق و عاشق سفر و گردشن. افرادی که موسیقی غمگین گوش میدن، دارای اعتماد به نفس بالا هستن، عاشق سفر و گردش، آروم، مهربون و خلاقن. افرادی که موسیقی مستقل گوش میدن، اعتماد به نفس پایین دارن، سرسخت، خلاق و عاشق کمکاری‌ان. طرفداران موسیقی‌های هندی و بالیوودی عاشق گردش و سفر، سخت گوش و خلاق هستند.
افرادی که به موسیقی پاپ علاقه دارن، اعتماد به نفس بالا دارن، سخت کوش، عاشق سفر و گردش، آروم، مهربون و غیر خلاق هستن. افرادی که طرفدار موسیقی رپ هستن، اعتماد به نفس بالا دارن و افرادی اجتماعی هن. و در آخر، افرادی که به موسیقی راک و هیوی متال علاقه مندن، اعتماد به نفس پایین دارن. درونگرا، آروم، مهربون، خلاق و افرادیان که دوری از کار زیاد میکنن. چهارمین مورد سبک ایمیلاتونه. میشه افراد برونگرا رو از سبک ایمیل زدنشون تشخیص داد، چون این افراد در پیام‌های ایمیلیشون معمولا در مورد مسائل مربوط به خوشگذرونی و تفریح مثل موسیقی و مهمونی صحبت میکنن. همچنین افراد خودشیفته در ایمیلاشون از کلمات منفی مثل افسرده و خشمگین بیشتر استفاده میکنن. همچنین این افراد در ایمیلاشون بسیار در مورد خودشون صحبت کرده و از کلماتی مثل من یا مال من بیشتر استفاده میکنن. عادت بعدی شما که میتونه نشان دهنده بخشی از شخصیت شما باشه، اولویت‌های تعطیلاتتونه. اولویت‌های تعطیلات شما هم چیزای زیادی در مورد شخصیت شما برملا میکنه. اینکه محیط‌های بزرگ و باز مثل دریا یا محیط‌های بسته مثل جنگل رو برای تعطیلات ترجیح بدید، میتونه مشخص کننده درونگرا یا برونگرا بودن شما باشه. بر اساس مطالعات انجام گرفته، افراد درونگرا تمایل بیشتری برای رفتن به جنگل در دوران تعطیلات دارن. افراد برونگرا هم علاقه بیشتری به محیط‌های بزرگ و باز مثل ساحل دارن تا امکان تعامل بیشتری با اطرافیانشون داشته باشن. حالا میرسیم به مورد ششم، یعنی عادت‌های عصبی. اگه تیکای عصبی متعددی دارید، مثل جویدن ناخن، کشیدن موها یا کندن پوست دست، این موضوع نشون میده که شما شخصیت کمالگرایی دارید. بسیاری عادت ناخن جویدن رو یک عادت عصبی ناشی از تشویش‌های درونی افراد میبینن. اما عاملی که ورای این رفتار وجود داره میتونه بیشتر کمالگرایی فرد باشه تا استرس و اضطراب. شواهد متعدد نشون میدن کسانی که به طور مرتب ناخوناشون رو میجون، موهاشون رو میکشن یا سعی دارن پوست دستشون رو بکنن، اغلب انسانهای کمالگرا هستن. این رفتارها به اونا کمک میکنه که خستگی و بی‌حوصلگیشون، عدم رضایت و یا انزجار از چیزی که میبینن یا میشنون رو کاهش بدن. در یک تحقیق، افرادی که در یک موقعیت استرس‌زا، ناامید کننده، آرامش بخش و یا خسته کننده قرار داشتن، به صورت جداگانه فیلم برداری شدن. نتایج نشون داد اونایی که در زمینه کمالگرایی بیشترین نمرات رو داشتن، بیشتر از دیگران رفتارهای عصبی از خودشون نشون میدادن، به خصوص در موقعیت‌های استرس‌زا، ناامید کننده و بی‌حوصلگی. بدون شک هیچ کدوم از این قوانین و تئوری‌ها قطعیت کامل ندارن و نمیشه نتایج این تحقیقات رو به همه تعمیم داد. رفتارهایی که هر یک از ما به شیوهی خاص انجام میدیم میتونن عوامل متعددی داشته باشن. اما این گزینه‌ها نقطه شروع خوبی برای داشتن اطلاعات بیشتر در مورد شخصیت انسان و ارتباط نوع شخصیت با رفتارهای خاص هستن. در انتها فراموش نکنید که حتما این برنامه رو با دوستان و عزیزانتون به اشتراک بگذارید. حالا یه سوال: کدوم یکی از این عادات با شخصیت شما همخونی بیشتری داشت؟ برای یادگیری بهترین روش یادگیری زبان در منزل، بهتون پیشنهاد میکنم حتما این برنامه جالب رو ببینید. یادت باشه، اگه توی زندگی هیچ تغییری نکنی، یعنی هیچ رشدی نکردی. اگه هیچ رشدی هم نکنی، یعنی اصلاً زندگی نکردی. پیروز و سلامت و سربلند باشید.